سلام به همه، خوش اومدید به ویدیوی دیگه از کانال یوتیوب ناب مووی. در این ویدیو میپردازم به داستان فیلم سینمای خواب عمیق. در ادامه با من همراه باشید و لایک ویدیو و سابسکرایب کانالم یادتون نره. این سزاره، نگهبان یه ساختمون چه به دنبال یه دلیل برای خوشحال بودن و ادامه زندگی میجرده. در ابتدای فیلم اون از کنار یه دختر به اسم کلارا از خواب بیدار میشه. کلارا تنها زندگی میکنه. سزار بی سر و صدا از خونه میره بیرون. اون هر شب وارد خونه کلارا شده و زیر تخت اون قایم میشه و منتظر میمونه تا کلارا بخوابه. بعد اینکه کلارا میخوابه، سزار اونو بیهوش میکنه و بدون اینکه کلارا متوجه بشه بهش تجاوز میکنه. سزار داخل چرمهای کلارا دارو تزریق میکنه و حتی از مسواک اون هم استفاده میکنه. کلارا هم بیخبر از همه چیز به زندگیش ادامه میده. سزار به صورت ناشناس هر روز نامه ها و پیام های عاشقانه واسه کلارا میفرسته. روز بعد سزار به ملاقات مادرش تو بیمارستان میره و بهش میگه میخواد لبخند کلارا رو ازش بگیره تا خودش خوشحال باشه. اون هر روز به این کارش ادامه میده، اما دیگه این کار اونو راضی نمیکنه. کلارا به خاطر پیام های عاشقانه که هر روز واسش میاد به پلیس شکایت میکنه. اون یه روز وقتی از خواب بیدار میشه، میبینه تمام بدنش خارش داره و صورت چبود شده. وضعیت کلارا رفته رفته بدتر میشه. سزار باز هم واسش یه نامه ناشناس میفرسته و میگه هر شب زیر تختش بوده، اما کلارا این حرف اونو جدی نمیگیره. روز بعد صورت کلارا بهتر شده، اما وقتی چشو رو باز میکنه میبینه توش پر سوسکه. در واقع سزار چه فهمیده کلارا از سوسک میترسه، ماده به اونجا زده تا سوسک را زن بشن. اون فقط میخواد تا کلارا رو عذاب بده تا از ناراحتی اون خوشحال بشه. کلارا چه از سوسک را ترسیده، سزار رو صدا میزنه تا بهش کمک کنه. سزار هم میاد و از کارهایی چه شرده کاملا راضیه. سزار میگه باید کل خونه رو سمپاشی کنن. کلارا میخواد بره خونه مادرش و سزار هر چی سعی میکنه منصرفش کنه موفق نمیشه. اون از کلارا در مورد مزاحمش میپرسه و کلارا میگه پلیسا فهمیدن چه پیام ها از همین ساختمون میاد و اگه اون شخصی دفعه دیگه پیام بفرسته پلیس دستگیرش میکنه. کلارا شمارهشو به سزار میده و از اونجا میره. سزار باز هم به ملاقات مادرش میره و همه چیزو براش تعریف میکنه. اون میگه کلارا بهش امید و هدف داده واسه زندگی. مادرش از کار سزار ناراحت، اما خودش میخواد به هدفش عذاب دادن کلاراس برسه. اون ساختمون رو سمپاشی میکنه، اما رئیسش میاد و میگه از کارش راضی نیست و باید دنبال یه کار جدید باشه. بعدم پلیس میاد و کامپیوتری که باهاش پیام ها به کلارا فرستاده میشد رو پیدا میکنه. سزار هم زوری صحنه سازی میکنه که پسر نظافتی متهم میشه. اون به کلارا خبر میده که کارش تموم شده و میتونه برگرده خونه. سزار وسیله هاشو جمع میکنه و قبل اومدن کلارا میره به خونه کلارا و زیر تخت اون قایم میشه. اون میخواد یه بلای سرش بیاره، اما اون شب کلارا با دوست پسرش مارکوس میاد. سزار از زیر تخت میاد بیرون و میخواد از خونه بره، اما در گفله و چویت هم زیر تخت جا مونده. اون توی وان همون قایم میشه و همونجا هم خوابش میبره. صبح بیدار میشه و از اینکه کلارا با دوست پسرش ناراحته. مارکوس یه سری وسیله زیر تخت پیدا میکنه. کلارا میگه حتما سزار موقع سمپاشی اونها رو جا گذاشته. مارکوس دفترچه یادداشت و کلید واحد رو هم توی وسیله ها پیدا میکنه، اما قبل اینکه بخونه حال کلارا بد میشه. اونها میرن توی حموم و سزار هم کلیدها رو عوض میکنه و دفترش رو برمیداره، اما وقتی میخواد از خونه بره بیرون مارکوس اونو میبینه و میخواد به پلیس زنگ بزنه، اما کلارا جلوش رو میگیره و میگه اون سرایدار اینجاست. سزار میگه اومده بوده وسیلهاش رو ببره و از برگشتن کلارا بیخبر بوده. مارکوس بهش شک میکنه. کلارا وسیله های سزار رو میاره و سزار از اونجا میره. از اون طرف مدیر ساختمون هم سزار رو اخراج میکنه و اون 15 روز وقت داره تا خونه رو خالی کنه. کلارا با مارکوس میره سفر و تمام نقشه های سزار خراب میشه. اون شب سزار میخواد خودکشی کنه، اما وقتی میبینه کلارا برگشته منصرف میشه. کلارا با مارکوس بحث شده و سفرشون رو کنسل کردن. قضی از این قراره که کلارا 4 هفته است که بارداره، اما مارکوس 6 هفته است که اونو ندیده. سر همین هم مارکوس به کلارا شک کرده و کلارا هم ناراحته، تو نیز کاری نکرده. از اونور سزار زیر تخته و همه چی رو میشنوه. شب موقع خواب اونها رو بیهوش میکنه و باز هم با کلارا میخوابه.
روز بعد مارکوس که به سزا شک کرده به بهانه زم شدن دوباره سوس را سزا رو میچشونه توی خونه. اون یه سری وسیله دیگه همونجا پیدا کرده و راضی بهشون از سزار توضیح میخواد. سزار هم همه چیز رو واسش تعریف میکنه. اون میگه 5 هفته است که میاد اونجا و کلارا از هیچ چیز خبر نداره. مارکوس هم عصبانی شده و باهاش درگیر میشه. سزار مارکوس رو زخمی میکنه و بعدش هم طوری صحنه سازی میکنه که انگاری مارکوس خودکشی کرده و بعدش هم از اونجا میره. بعد هم پلیسا میان دنبال سزار و جسد رو بهش نشون میدن و چند تا سوال ازش میپرسن. سزار شب بر میگرده خونه و میبینه دختر بچه‌ای به اسم اورسولا که تو همون ساختمونه واسش یادداشت گذاشته که همه چیزو میدونه. سزار شب میره سراغ اون دختر. پدر و مادرش رو بیهوش میکنه و خودش هم تهدید میکنه که اگه چیزی به کسی بگه همه خانواده‌اش رو میکشه. بعدن سزار وسایلش رو جمع میکنه تا از اونجا بره که کلارا رو میبینه و بهش تسلیت میده. اون موفق شده لبخندش رو ازش بگیره و الان از کارش راضیه. یه مدت میگذره، بچه کلارا به دنیا آمده. سزار یه نامه به همراه دفتر خاطراتش رو واسه کلارا میفرسته که توش همه چی رو واسش نوشته و گفته الان یه دلیل واسه خوشحال بودنش داره. کلارا هم چه فهمیده سزار چه بلاهای سرش آورده، بچه‌ش رو بغل میکنه و جریه میکنه و فیلم به پایان میرسه. خب دوستان و همراهان عزیز کانال یوتیوب ناب مووی، ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که داستان فیلم امشب رو دوست داشته باشید. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال یادتون نره تا هیچ ویدیو دیگر. شب و روزتون بخیر.